اوکی، اجازه بدید بریم توی اتاق بیلوکس. دست یکی از عزیزان ما بالا هست به نام آیدی دنیل سویدن از سوئد. من ایشون رو فکر نمی‌کنم افتخار این داشتم قبلا با ایشون صحبت کنم. اگر آمادگی دارید دنیل عزیز بفرمایید که شما صحبت بفرمایید. یک علامت بدید. بله بفرمایید، خواهش می‌کنم دنیل. 3 دقیقه. مرسی، خسته نباشین. شب همگی خوش. قبلا با شما صحبت کردم به اسم ایرانیان سویدن گرین، موفق و پایدار باشین. اول اینکه این روز فوت محمد رضا شاه فقید رو به همه تسلیت میگم، به هواداران ایشون و گروه هایی که از ایشون حمایت میکنن و غیره. ببینید، یکی از من خیلی فکر کردم که چرا، یعنی این سواله برای همه که چطور شد این 31 سال گذشت. حالا اگه این یک سال رو در نظر نگیریم، 30 سال این حکومت اینقدر سریع از جلوی چشم ما زمان رفت و اینا هم سال به سال ریشه‌های خودشون رو محکم‌تر کردن. یکی از این مشکلایی که ما باش روبرو بودیم و خیلی هم بهش فکر نمی کنیم، یکی همین مشکل فرهنگ و تمدنه ما بین پدر مادر قبل از انقلاب که وجود داشتن و فرزندهای بعد از انقلاب، بچه های بعد از انقلاب. این از همه مسائل سیاسی و تاریخی که بگذاریم، اتفاقاتی که افتاده، پدر مادر قبل از انقلاب افرادی بودن که با فرهنگ غنی زندگی میکردن، یعنی خیلی وابسته بودن به آداب و رسوم و فرهنگ خودشون. به شای جدید جامعه ما بیشتر متمدن تر هم تا اینکه با فرهنگ قدیم زندگی کنن و کلن یه مقدار رابطه ها عمیق نبود ما بین پدر مادر ها و جوان هایی که به مراتب این طبقات به وجود می بردن و خیلی موقع اینا باعث سکوت می شد و کلن بحث های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی تو خانواده ها به اون صورت به وجود نمی بود. بچه ها کار خودشون رو میکنن، پدر مادر کار خودشون. من فکر میکنم باید یه موقع کارهای فرهنگی بیشتر بکنیم و سعی کنیم که یه کمکی به این موضوع بکنیم و اینا رو به هم نزدیکتر کنیم. یعنی این بچه های متمدن امروز جامعه که از فرهنگ های غنی قدیم خودشون به اون صورت اطلاع ندارن. این یه مشکله. یه مشکله دیگه هم اختلاف طبقاتی که جامعه ما واقعا شاید بگم بدتر از آمریکا هم باشه بعضی جا. یعنی شما ببینید هیچ رابطه ای ما بین شمال و جنوب شهرها نیست، حتی در تقریبا میشه گفت مبارزات سیاسی. اینا رو ما باید بهش فکر کنیم دیگه. در صورت ما الان توی شرایطی هستیم، حالا شرایطی نیست که بهش افتخار کنیم، ولی از این بیشتر دیگه کاری نمیشه کرد با این سرکوبایی که اینا کردن. یکی از کارهایی که ما میتونیم بکنیم بچه های خارج کشور، من دیشب اونجا گفتم دست ما خیلی بازتره برای یه سری کارها تا بچه های تو ایران. انجمن های ایرانی وجود داشتن از قدیم و اینا به دلیل اینکه فکر نمی‌کردن که حرکتی در ایران اتفاق بیفته، یه مقدار سرد شدن و این انجمن‌ها یکی یکی از دست رفت. این انجمن‌ها همه جا وجود داشتن. من صحبتم با شهرهایی که این انجمن‌ها از بین رفته، بچه‌های خارج کشور باید سعی کنن این انجمن‌های ایرانی دوباره پا بگیره و قانون
و شرایط یونون اروپا خیلی کمک‌های مالی می‌کنه به انجمن‌ها. یعنی شما یه حزبی، پارتی، یه جنبشی بخوا شرکت بدی، یعنی تشکیل بدی، خیلی سخت‌تره تا انجمن‌ها. خیلی راحت‌تر حمایت می‌کنن علاوه به اصلا کمک‌های دولتی. اگه این انجمن‌ها دوباره شکل بگیره و بچه ها سعی کنن که خودشونو پیوست بدن به این انجمن‌ها، حتی اگه شده هفته یک شب اینا بیان تو این رسانه ها با ما باشن، تو این مسنجرهایی که ما الان توش هستیم، صحبت کنن، همکاری کنن. خیلی مسائل، یه سری چیزهایی پیش میاد که مثلا خیلی جدیده، به خاطر اینکه افرادی هستن اینجا واقعا آدم های باشعوری هم، خیلی منزوی هم، تنها هم، و زمانی تو این انجمن ها میرفتن از تنهاگر میرن، صحبت میکردن، بحث میکردن. برای مثال این شهری که من هستم انجمنش 5 سال پیش بسته شد، در حالی که 20 سال بود باز بود. یعنی 20 سال باز بود، منتها الان 5 ساله که بسته کردن. الان ما داریم سعی میکنیم که دوباره انجمن های فرهنگی سیاسی های ایرانی رو حداقل تو این شهری که ما هستیم میخوام دوباره باز بکنیم. این کارا کمک میکنه در هر صورت. ممکنه هم به نظر خیلی مهم نیاد، ولی باور کنین همه این کارا باید بشه، به خاطر اینکه یه اتحادی به وجود بیاد از گوشه و کنار، خارج، داخل. چون انجمن ها وقتی که شکل بگیره همه چی بهشون میدن، کامپیوتر، اینترنت. بعد اشخاصی که میان اونجا مثلا 30 نفرن، 50 نفرن، هفته یه شب میتونن تو این اتاقا، تو این روما با ما باشن. امشب این شهر کاتنبرگ، شب دیگه استوکل میاد، شب دیگه کل میاد، شب دیگه هامبورگ میاد. اینا بچه هایی میان صحبت میکنن، کمک میکنن، کمک های فکری. کلن